بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، با سرویس خبری ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ثور سال 1401 هجری خورشیدی و 16 ماه می سال 2022 میلادی است. سرخط خبرها. کابل میزبان یک نشست بزرگ خواهد بود. سیاسونی که کشور را ترک کرده در این نشست دعوت نشده. مسکو میزبان نشست سازمان امنیت جمعی. کشورهای آسیای مرکزی در این نشست نقش ارزنده دارند. و قرار است امریکا قبل از ماه اگست پیوستن سویدن و فنلند را با ناتو تصویب کند. با تفصیل اخبار با من شکریا نیازی خوش آمدید. آمادگی ها به خاطر یک نشست بزرگ در کابل جریان دارد. امارت اسلامی میگوید روی مکانیزم نشست کار را آغاز کرده و در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. کارشناسان این جرگه را مهم میخوانند و تاکید به اشتراک تمامی اقشار، چهره های تاثیرگذار و اقوام دارند. اما امارت اسلامی میگوید در این نشست با سیاسون رفته و بیرون از کشور دعوت داده نشده است. اسلامی امارت هیله لري چې یو غونډه د افغانستان د استازو او علماو او مشرانو دا راوبولي. په دې باندې میکانیزم باندې کار روان ده. انشاءالله امید ستاسې په نږدې راتلونکي کې به داسې پلان نهایي شي او بیا به راوبل شي. دا به څو ښېګڼې ولري. لومړی ښېګڼه خو به دا وي چې طالبانو ته به یو ملي مشروعیت ورکړي او د خلکو رضایت به ترلاسه کړي، او له بلې خوا به نړیوال هم دې ته پاملرنه وکړي چې هغه د طالبان دې ته ژمن دي چې د خلکو او د ولس خپلوي ترلاسه کړي او د هغو په ملاتړ باندې کولی شي چې په افغانستان کې سیاسي چارې پرمخ بوزي. نو د دې لپاره پکار ده چې طالبان همدغسې د یوې غونډې پخلی وکړي. امارت اسلامی و چهره های نزدیک به حامد کرزی خبرهای مبتنی بر برگشت او از میدان هوایی کابل را رد کردند. چهره های نزدیک به حامد کرزی می گویند که کرزی می خواست در مراسم فاتحه رئیس دولت امارات متحده عربی اشتراک کند و به همین منظور نامه ای را به وزارت امور خارجه کشور فرستاده بود که جواب نیامده و به دلیل آن سفر آقای کرزی لغو شد. تحلیل کنندگان میگوید مانع شدن حامد کرزی از سفر به بیرون از کشور نماینگر حاکمیت فضای بی‌اعتمادی میان سیاسیون پیشین و امارت اسلامی است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور پلان داشت تا به منظور اشتراک در مراسم فاتحه رئیس دولت امارات متحده عرب عازم این کشور شود، ولی از این سفر بازمانده است. چهره های نزدیک به حامد کرزی میگویند که دفتر او نامه ای را به وزارت امور خارجه کشور فرستاده بود، ولی جواب رد و یا تایید از او نیامد که به دلیل آن سفر آقای کرزی به امارات متحده عرب لغو شده است. این چهره ها خبرهای مبنی بر برگشت دادن حامد کرزی از میدان هوایی کابل را تکذیب میکنند. در افغانستان پخوانی ولسمشر آقای کرزی صاحب وختلی چه د اماراتو د رئیس دولت د فتحې په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغې کورنۍ ته تسلیت ووایي، سره د دې چې د هغه د تګ او راتګ ترتیبات ټول د اماراتو د سفارت له خوا نه ترتیب شوي وو، نیول شوي وو، او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزارت یاداشت هم لیږلی وو. اما دغه یاداشت د ځواب تر ډېر وخته پورې معلوم نه شو. بالاخره دی د سفر نه پاتې شو متاسفانه. اما دا چې ځینې رسنیو بیا دا ویلي چې دا د ایرپورټ نه بیرته راوګرځول شو، زه فکر کوم چې دا خبره هیڅ اساس نه لري. هغه اصلا د خپل دفتر نه بالکل وتلی هم نه دی. وزارت امور خارجه امارات اسلامی در این مورد میگوید که آقای کرزی به میدان هوایی نرفته و هم اکنون مشغول امور در خانه خود است. بر اساس اطلاعات من آقای کرزی اصلا به میدان هوایی نرفته، او در خانه است و مشغول ادامه کارها در خانه خود میباشد.
تحلیل کنندگان میگویند که رفتار اینچنینی نماینگر بی‌باوری است و امارت اسلامی باید فضای اعتماد را به میان آورد، چون ایجاد فضای اعتماد بیشتر از دیگران به نفع امارت اسلامی است. آنها به این باور هستند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، سیاسیون مقیم در خارج برای برگشت به کشور دل خوش نخواهند کرد. هر یو افغان حق لري چې سفر وکړي. افغانستان اسلامی امارت ته اړین او ضروری ده دی چې تر ټولو د مخه د باور او د اعتماد فضا د منځته راوړي. بهتر دی چې امارت اسلامی افغانستان په ټولو هغه موازینو او مقرراتو ته درناوی وکړي کوم چې د افغانانو په منځ کې د فضا داسې د اعتماد او د باور فضا منځته راوړي. دا به تر ټولو زیات د امارت اسلامی افغانستان پر ګټه وي چې دلته د اعتماد او باور فضا د مشرانو په منځ کې راشي. ښاغلی کرزی چې دیارلس کلن زعیم یا ولسمشر د افغانستان، هغه نه پرېږدي چې بهر ته لاړ شي. میکانیزم هم نشته چې مثلا په کومه شوه او طریقه باندې خلک را ټول کړي. نو د ټول ته په کتو سره بهر میس افغانان به څنګه زړه کړي، څنګه به ډار ترلاسه کړي. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رئیس جمهوری پیشین کشور حامد کرزی و رئیس شورای پیشین صالح عبدالله عبدالله از چهره‌هایی هستند که بعد از سقوط نظام جمهوریت در کشور باقی ماندند. از این میان فقط گلبدین حکمتیار دو بار و عبدالله عبدالله یک بار توانستند که به بیرون از کشور سفر کنند، ولی حامد کرزی که قصد سفر به بیرون از کشور را داشت تا هنوز موفق به این کار نشده است. مسکو که میزبان نشست سازمان امنیت جمعی است، در آن در مورد افغانستان و اوکراین گفتگو می‌گردد. کشورهای آسیای مرکزی که سرحد با افغانستان دارند در این اواخر احساس ترس می‌کنند. کارشناسان می‌گویند کشورهای آسیای مرکزی در این رابطه فیصله خواهند کرد که چگونه امکان دارد که راه تعامل را با افغانستان بازگشایی کرده که امنیت ملی آنها در آن مسئول باشد. اما ایجاد پوسته نظامی در خاک تاجیکستان در سرحد با افغانستان از سوی روسیه و امریکا این کشور را به سمت نادرست سوق می دهد. اوسنی دولت او حکومت د مشرتابه لخوانه د ټول ډاډ او اطمینان سره چې همې همسایګانو ته ورکوي، همې نړیوالو ته د امنیت مواب ورکوي. په هر صورت دوی ډاډه نه دي او د دغه ډاډ د حاصلولو دپاره دوی همیشه په دغه مسایلو باندې بحث کوي او د هغو ګواښونو د مخنیوي دپاره مشترک تصمیم نیسي. در شرایط فعلي فکر میکنم که اعضای این کارفراز بیشتر در مورد افغانستان تشویش‌های خود ابراز خواهد کردند. اخیراً درگیری‌های در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفته و همچنان چندی پیش حملات راکتی از طرف داعش به خاک تاجیکستان صورت گرفت. و از دیگر طرف در پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در خاک تاجیکستان هم یک سلسله سازماندهی ها فعالیت های جریان داره که این وضعیت افغانستان را به طرف بران خواهد برد و متشنج خواهد ساخت. نړۍ هم ډیر زیات متوجه ده. خدای مکه کومه نړیواله ترهګریزه پیښه کیږي، دا به یو ځل بیا افغانستان د 2001 ستونزې ته یو نوی یرغل ته لاره هواره کړي. له دې امله بهتره به دای سي په اوس وخت کې افغانان په خپلو منځو کې کینی، خپل ستونزه کور دننه شخړه حل کړي، سیمې ته ډاډ ورکړي او په لویه کې د سیمه ییز ملاتړ په ترلاسه کولو سره له نړیوالې ترهګرۍ او نورو هغو پیښو سره مقابله وسي چې هغه نړیوال امنیت تر ګواښ لاندې راولي. بحران های اقتصادی در افغانستان به میلیون ها انسان را متاثر کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران یک بار دیگر در رابطه با جنگ، بیجا شدگان، خشکسالی و بحران های سخت اقتصادی که به سبب آن مردم متضرر گردیدند ابراز نگرانی کرده است. اداره مهاجران سازمان ملل میگوید امسال با 5 میلیون خانواده کمک میکنند که سرپرست آنها زنان هستند. سخت اقتصادی کړکیچونو. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران یا UNHCR تازه در رابطه با کسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که به دلیل جنگ ها، مهاجرت ها، خشکسالی و بحران های اقتصادی متضرر گردیدند.
جنگ ها، مهاجرت های داخلی، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان به میلیون ها انسان را متضرر ساخته است. اما امسال با 5 میلیون افغان و خانواده های کمک خواهیم کرد که سرپرست خانواده هایشان زنان هستند. از دهه ها به این سو به میلیون ها انسان را جنگ، مهاجرت های داخلی، خشکسالی و شرایط خراب اقتصادی با مشکلات مواجه ساخته که تا اکنون با آنها از سوی سازمان های مختلف کمک های بشری صورت گرفته. اما باور این است که کمک های یاد شده برای مدت طولانی برای افغان ها دوا شده نمیتواند. یونسی عرق 15 میلیون نفوس چه کسان چه به بزاعت دی و هاگه بی سرنوشت دی مثلا نارینه نلری هاگوی پاک لبانی پس افغانان خزینه و سردم رست که دم رست دی دستم رست دی چه تر عباد العباد پورو بدی محتاج او لاس بیورانی کرده دی گدائی که واقعا دوی بشر دوستانه کمکونه که خصوصا دی با بی بزاعت سر باید دوی سر زمینه ده کار برابر کی دی تو شغل برابر کی چه دوی ده احتیاجی و محتاجی نموزی. ده ها جنگ در افغانستان به میلیون ها خانواده های را از خود به جا گذاشته است که اکنون سرپرستان آنها زنان است و در وضعیت دشوار خانواده های خود را نگهداری می کنند. این یک سرپرست و بزرگ خانواده در کابل است که شوهرش فلج و توازن ذهنی آن خراب می باشد. زن خود را مادر و فرزندان خود را برادران خود می دانند. آنها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و می گویند که تا اکنون هیچ کسی با آنها کمک نکرده است. اما امیدوار هستند که در کمک های تازه سازمان ملل برایشان چیزی برسد. ما سره څوک کومک نه دکړی ریز تذکری می ورکړی دا وایو درکه چې یو کال بعد راته وزي درې میاشتې بعد راته وزي سره مې نه جوړه ده ځکه پروت راته هیڅوک مې اروپا را سره کومک نه دکړی چې کله ناراضي د دروازې نه مې تیریږي خلک وړي د خپل کورو ته زه وس نه لرم زه دلته څوک نه پیژنم چې ماته چه کوي چې زه زلمی زوی نه لرم زما سره ځکه پروت زه خپله پیدا کوم ورته د خپل د کور کار هم کوم هلته هم زما ورته کوم نور څنګه کوم مجبوره یم نور. شمار سرپرستان خانواده ها در کابل نگرانی دارند که با دولت ایفای وظیفه می کنند و معاشاتشان در خانه ها پرداخت می گردد. می گویند اگر به همین منوال به سرنوشت باقی بمانند و معاشاتشان بند شود بنان وضعیت اقتصادیشان بدتر خواهد گردید. با هدف تنظیم امور تخنیکی میدانهای هوایی کشور آموزش انجینران افغان آغاز گردید. انستیتوت ترانسپورت و هوانوردی در کابل با هدف تنظیم امور تخنیکی میدانهای هوایی 146 تن را استخدام کرد. مسئولین میگویند اکنون بانها 196 تن مصروف آموزش هستند و بعد از فراغت میتوانند که امور را تنظیم کنند. انستیتوت ترانسپورت و هوانوردی در کابل تازه 126 محصول به خاطر تنظیم امور تخنیکی میدانهای هوایی استخدام کرده و آموزش عملی می دهد. مسئولین انستیتوت یاد شده می گویند با توجه به ضرورت افراد را جذب کرده و بعد از آموزش دو ساله و فراغت به کارهای عملی آغاز خواهد کرد. نو موږ د میادینو سره په تعامل کې وو، یعنی په هغوی سره په تعامل باندې مخته تللي یو، یعنی هغه ظرفیت موږ په انستیتوت د هوانوردۍ کې جذب کړی دی چې په میادینو کې ورته اړتیا لیدل کېده او ان شاء الله موږ په دې باندې معتقد یو چې د غزده کون کې د انستیتوت د هوانوردۍ نه فارغیږي او دوی به ان شاء الله ډیر ژر په دندو باندې ګمارل کیږي او دوی ته به د دندو اسانتیاوي برابرېږي. په گفته صبغت الله در بخش بلند بردن ظرفیت محصلین تلاش مینمایند و با فراغت محصلین یاد شده تمام انجینران افغان امور را به پیش خواهد برد. دوی دا ظرفیت لري که چېرته د انستیتوت د هوانوردۍ نه فارغېږي او د انستیتوت د هوانوردۍ د رهبرۍ او د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د رهبرۍ د دوی په نمایندګۍ باندې ستاسو ته ډاډ درکولی شم چې دوی د هوایي چلند انستیتوت توجه ده خاصه او د دوی پلان هم همدا دی چې د انستیتوت د هوانوردۍ نه موږ وکولی شو چې تر څو پورې په ټوله معنا باندې تخنیکي او مسلکي زده کوونکي ټولین ته وړاندې کوش تر څو پورې میادین خپل مشبوع حالت ته ورسي. محصلین جذب شده به این انستیتوت خوشحالند و خواهان فراهم کردن سهولت ها در بخش پیش برد امور از مسئولین هستند. خب در حالت فعلی ما بعد از وقایعی که اتفاق افتاد بعضی از وسایل خود از دست دادیم، وسایلی که متمم درسی ما بود، بعضی از بخش ها را دوباره احیا شدن و دسترس ما قرار گرفته
ولی بعضی از چیزهایی که ما به خاطر درس‌های مسلکی خود نیاز داریم تا هنوز جور نشده و یا فعال نشده، یکیش از او جمله سیمیلیتور ماست که به اپدیت ضرورت داره و باید فعال شود که توسط افغانایی کار نمیشه، باید توسط نماینده افغانستان که در آیکو در سازمان آیکو است باید ای فعال شود. او دغه کادرونه چې دلته روزل کیږي خپل د افغانستان په تاور بخش کې، په کنټرول بخش کې، د رادار بخش کې، تخنیکی او هم کمیونیکیشن یا د ارتباطي بخشو کې دلته مکول شو چې خپل بلته وظیفه انجام وکړي. گفته مسئولین اکنون امور تخنیکی پنج میدان هوایی کشور از سوی یک تعداد انجینران کشورهای دیگر به پیش برده می شود. مسئولین اضافه می کنند که در اینستیتوت یاد شده با آنها 196 تن محصول است و بعد از فراغت می توانند که تمام امور را به پیش ببرند. تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت هرات افزایش یافته که زنان هم در میان آنها حضور دارند. افراد معتاد می گویند تا هنوز توجه به آنها صورت نگرفته و اگر کمک شوند مواد مخدر را ترک می کنند. همزمان با این ریاست صحت عامه هرات از جمع‌آوری این افراد خبر داده و می گوید که در یک اقدام بی سابقه 500 معتاد را جمع‌آوری کرده و بعد از تداوی به خانه فرستاده شدند. هرات ولایت افتاده در سرحد با ایران، ولایتی است که با هزاران تن در آن معتاد به مواد مخدر هستند. اینها کسانی هستند که در کشور ایران معتاد به مواد مخدر گردیده و سالها از این بیماری رنج میبرند. آنها از دولت میخواهند تا جلو خرید و فروش مواد مخدر را بگیرد و افرادی را که در این بخش مصروف کار هستند محاکمه کنند. ما به ایران معتاد شدیم، از دست همه فقر و بیکاری معتاد شدیم. ما از دولت خواهش مند هستم، از دولت خواهش مینم که به این نقطه خیلی توجهی خاصی داشته باشه که همه مواد فروشای رسمی اینا رو به چنگ قانون بپرسته، اینا رو سزای رسمی داده شه. ما ایران متوجه شدیم. چقدر وقت میشه؟ تقریبا 4 سال 5 سال میشه. چی میکشه؟ بوده. در اینجا در میان مردان زنان هم حضور دارند که معتاد به مواد مخدر هستند. این زنان که از سالها بدین سو معتاد به مواد مخدر ان، مشکلات زندگی خود را چنین بیان میکند. همین سالی که او بیمار او این برخود پینگاش که با سلام غره بودم این همه رو نداشتم با مجبورت ما بچه های 6 تا جوان از ما برای به کارگری یک نفری از سلام غره خونم زاددار کرد ابم نداشت بزن از بزن از تا زن هم بزن که چانو بکن دونک هم رو ایران بفر اونا رو بکن من میگم مدر یاله دی کاری نیه کسمی نیه ترگون کرد بدبخت خد تو بیشاره خد تو رفت درد خد تو لازد جلون گوبار نخری سیال تربون داخت تو بیچاره که دیگه بیشتر تر با تو چیکار شه یاله دیگه این سلیقه بدبختی لاله ببینیم بسته دیگه تا کی دیگه دل دام بچه دیگه بچه همه 4-5 دفعه تک دادم نه تو مثلا دیگه. ریاست صحت عامه هرات در گفتگو با شمشاد میگوید که تا کنون در یک اقدام بی سابقه 500 معتاد را جمع‌آوری کرده و با دست تداوی آنها با خانواده های خود یک جا گردیدن و در نظر دارند که سایر معتادین را هم جمع‌آوری کنند. اداره صحت عامه به ظرفیت 290 بستر مراقبت برای مریضان معتاد در کاتگوری های جنسی و سنی مختلف داشته. رهبری محترم مقام ولایت هرات و رهبری ریاست صحت عامه و همچنان سایر واحدهای اداره محلی طرح جمع‌آوری معتادین را اندازی کردند که در یک دوره تعداد تقریبا در حدود 500 نفر معتاد جمع‌آوری کردند با کمک و همکاری سکتور خصوصی و تجار ملی به ولایت اینا انتقال شده. مدیریت مبارزه با مواد مخدر از دستگیری 240 تن سخن میزند که در خرید و فروش این مواد دست داشتند. هرات به ولایت که تقریبا تر 240 کسان پری مر دغه مواد پروشان گیر کړی دي او دا کم ساکن چي دي دا مر گیر کړی دي او مر د دوی دوسیه شرعي محکمیت سپارلی دي او مر تقریبا په خرورو باندې وس دغه مواد ګرکړی دي از مر سره راسرسته
لکه تاریاک و ایروین و او چرس و او نور داسی شراف و داسشان. ریاست صحت عامه هرات در حال از جمع‌آوری 500 تن خبر می‌دهد که تا کنون هم شمار زیادی از افراد معتاد با مواد مخدر در این ولایت موجود هستند که تا هنوز توجه به آنها صورت نگرفته و به تداوی نیاز دارند. ورود گردشگران به ولسوالی آریوب زازه پکتیا افزایش یافته است. زیبایی های سپین شگ این ولسوالی توجه تعداد زیاد را به خود جلب کرده است. اکنون باشندگان نزدیک به 25 ولایت کشور از منطقه کوهی سپین شگ دیدن کردند. ورود گردشگران به منطقه سپین شگ ولسوالی زازیاریوب پکتیا افزایش یافته است. این منطقه مملو از زیبایی ها با آمدن فصل بهار سرسبز می شود که در این اواخر توجه مردم را به خود واداشته است. قبلا رفتن به این ساحه به دلیل مشکلات امنیتی ناممکن بود، اما اکنون که امنیت تامین گردیده است همه می خواهند که این مناطق زیبا را از نزدیک ببینند. کوم سیلانیان سی اریوب تراتله او تقریبا د 15 ولایتو خلک راغلي د چک پوینټو مرګل نشم پښتنه کړې ده. تقریبا 100,000 موټر اریوب سپین شګه تراغلي دي او ټول خلک خوشاله و مونږ ته بخیت هم ده، هیڅ نوع مشکل نه دي. باشندگان این ولسوالی هم خوشحال هستند. ورود گردشگران به نقاط مختلف این ولایت به اقتصاد مردم محل هم کمک کرده است. کسانی که به این منطقه می روند یک تعهد این است که هیچگاه خفه نخواهند شد. تیر اختر که دلتا په زرګونو سیلانیان راغلل او دلتا خلکو ډیره ښه میلمه پالنه وکړه. دلته چې څوک راغلی دی انشاءالله خفه به نه وي. لاړ دغه ولس د دوی ډیره ښه میلمه پالنه وکړه، خپلې حجرې دوی د میلمنو په خدمت کې کړې وي. دا یو سرسبزه منطقه ده او خلکو ډیر خوند ترنه واخیستلو. او په تیر اختر کې چې کوم خلک راغلي وو دا بیساری خلک وو چې دې ځای ته راغلي وو. مسئولین امنیتی از تامین امنیت در سپین شگ و سایر نقاط این ولایت اطمینان داده و میگویند که مردم می توانند هر وقت به خاطر تفریح بیایند. امنیت خوندی کولو به خاطر د دوی لپاره مختلف ځایونو کې چک پوینټونه موجود وو. الحمدلله د عامو خلکو سره کوم بد برخورد نه شوی. خلک د اریوب د مجاهدینو نه خو خوشاله. الحمدلله دلته امنیتی ځواکونه خپال دي، هیڅ نوع مشکل نسته. گرانی هوادوالو ته بس موږ شپه ورځ په خدمت کې یو چې ښه ډاډه هر وخت راتللی سي، هیڅ ستونزه به نه وي. بزرگترین مشکل گردشگران به ولسوالی زازیاریوب پکتیا خرابی جاده آریوب و احمدخیل است. گردشگران از امارت اسلامی می خواهند که این سرک را به شکل اساسی آن اعمار کنند. و فشرده چند خبر کوتاه دیگر. فردی در کابل دستگیر گردیده است که تلاش به سرقت موتر می نمود. قماندانی امنیت کابل می گوید این فرد در حفظه 11 امنیتی زمان دستگیر گردید که راننده موتر را با ضربه چاقو زخمی ساخته و می خواست موتر را با سرقت ببرد. خالد زادران سخنگوی قماندانی امنیت کابل می گوید فرد دستگیر شده را با هدف تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی سپردند. این فرد در کابل زمان دستگیر می گردد که روز گذشته هم یک موتر سرقت شده و صاحبش سپرده شده، اما دزدان موفق به فرار گردیدند. قماندانی امنیت اضافه می کند تلاش ها را با هدف دستگیری این افراد آغاز کردند. والی ننگرهار با معاون هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل دیدار نمود. حاجی ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار با فاران آقیویزا معاون هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل و ایما باتی رئیس زون شرق دفتر اوچا دیدار کرد. در این نشست روی تنظیم بهتر کمک های بشری در این ولایت، صحت، سرفنا و یک سلسله کمک رسانی ها در بخش های بشری تاکید به همکاری کرده است. هر دو جانب تعهد به کمک رسانی های بیشتر و گسترش ساحه پوشش آن نمودند. منابع میگوید پاکستان یک بار دیگر بر ولایت کنر حملات راکتی انجام داده است. منابع محلی میگوید روز گذشته جانب پاکستان بر ولسوالی ناری این ولایت حملات راکتی انجام دادند. منابع اضافه میکند این حملات به شکل وقفی صورت گرفته و بیش از 40 حمله گفته شده است. گفته می شود که در این حملات راکتی به شمار زیادی از مردم تلفات مالی وارد گردیده است. از سوی دیگر مقامات امارات اسلامی در ولسوالی ناری ولایت کنر حملات راکتی را از جانب پاکستان تایید نمی کنند. این در حالی است که از 20 سال گذشته به این سو ولایت کنر شاهد حملات هوایی پاکستان بر نقاط مختلف است.
ترکیه از مقامات کندهار خواهان دستگیری عاملین قتل مدیر لیسه افغان ترک است. وزارت امور خارجه ترکیه کشته شدن مدیر لیسه افغان ترک را در ولایت کندهار نکوهش کرده و خواهان دستگیری هر چه زودتر عاملین آن گردیده است. بر ارشاد احمد فیضی مدیر لیسه افغان ترک بر روز شنبه سوی افراد مسلح ناشناس در عینو مینا شهر کندهار حمله صورت گرفت که در نتیجه آن نام برده جا به جا جان باخت. مسئولین امنیتی بعد از حادثه خبر آغاز تحقیقات را دادند و گفتند که تلاش ها برای دستگیری حمله کنندگان جریان دارد. با گفته مسئولین تا هنوز دلیل این حمله روشن نیست، اما در رابطه با آن بررسی های گسترده را آغاز کردند. کشت کوکنار در 6 ولسوالی هلمند از بین برده شدند. در معلوماتی پرستاده شده از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت گفته شده است که بعد ها جریب زمین های زراعتی که تازه در آن کوکنار کشت گردیده بود در ولسوالی های موساکالان، نوزاد، واشیر، باباجی، نادالی و مارجا را از بین بردند. در معلومات همچنان گفته شده است که در مرکز لشکرگاه ولسوالی های آن جلوی خرید و فروش مواد نشه‌ای را گرفته و در رابطه یک تعداد افراد را نیز دستگیر کردند. و دسترسی به کار و آموزش دختران موضوع مرتبط به حقوق بشری است. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا می گوید اجازه به آموزش و کار دختران در افغانستان به خاطر آینده بسیار مهم است. رئیس این دفتر می گوید دانش آموزان اوناس امروز دکتر و انجینر فردا هستند. از سوی دیگر سازمان ملل بارها از امارات اسلامی خواسته است که در مکاتب را بر روی دختران بالاتر از سن ششم بازگشایی کنند، اما امارات اسلامی تاکید می ورزد که در این رابطه طرح آنها در حال نهایی شدن است. سپاسگزارم از توجهتان به سرویس خبری این ساعت. وقت بخیر، خداوند نگهدار.